حالا میریم به شهر نیورلیان یا اونجوری که خود آمریکایی‌ها میگن نیورلینز. بقیه ماجرا را از خود طلا هادوی بشن. فصل کارناوال یکی از پرطرفدارترین مواقع جشن در سال در تمام دنیاست. در شهری مثل ریو دی ژانیرو در برزیل یا در جزیره ترینیداد و توبیگو در جزایر قناری مردم کلی پارتی میکنن. در آمریکا فصل کارناوال همون ماردی گراس. همکارم سحر سرشار و خودم اومدیم تا شهر نیورلینز در ایالت لوئیزیانا تا ببینیم مردم اینجا این کارناوال رو چجوری برگزار میکنن. بزرگترین نمایش رایگان روی زمین است. این روزها موسم ماردیگرا یا کارنوال‌های خیابانی در شهر نیورلینز، ایالت لوئیزیانا است. یکی از بزرگترین جشنواره‌های سالانه در آمریکا. صدها هزار نفر در 12 روز به خیابان‌ها می‌ریزند و جشن و شادی برپا می‌کنند. I've never seen anything like it. تا به حال مراسمی مثل این ندیدم. فرهنگ، احساسات آمیخته با این جشن بی‌نظیره. آدمو جذب میکنه. This couldn't happen in any other city. همچین اتفاقی تو شهرهای دیگه نمیفته. میایم اینجا که فقط بهمون خوش بگذره. اسم نیورلین با ماردیگرا به هم گره خورده و ما تلاش میکنیم که همینجوری ادامه پیدا کنه. اولین بار ماردیگرا در سال 1235 شمسی برگزار شد. امروز 50 رژه در مدت 200 ساعت انجام میشه و شرکت کننده ها تقریبا 480 کیلومتر راهپیمایی میکنن. هر کسی میتونه شرکت کنه. خیلی خوش میگذره. فرصتیه برای اینکه از مسائل جدی روزمره دور بشیم و با دوست و رفقا وقت بگذرونیم. 75 سالمه و 38 ساله که پشت سر هم به این مراسم میام. ماردیگرا فرانسوی میشه فت تیوزده یا سه‌شنبه چاق. در این شب مسیحی‌ها هر چی که دلشون میخواد از مشروبات الکلی تا هر نوع غذای چرب رو میتونن بخورن. چرا؟ چون که از فرداش هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونن انجام بدن. نسبتاً مثل همون ماه رمضان خودمون. اما این جشن بی‌وقفه به شکل‌های مختلف برگزار میشه. رایج‌ترین شکلش سوپر کرو ماردیگرا هست. 50 رژه مختلف در خیابون‌های اصلی شهر برگزار میشه. یکی دیگر از این ماردیگرا مربوط به بالا شهریاست. اما در اون مراسم هم شما غذا و نوشیدنی‌های خودتون رو میارین. و ماردیگرا در خیابون معروف بوربون بیشتر برای همجنسگراها اجرا میشه. و اولین رژه آمریکایی‌های آفریقایی تبار به اسم زولو. رژه زولو در واقع یکی از رژه‌های معروف نیورلانه. این رژه واکنش آمریکایی‌های آفریقایی تبار به برگزاری مراسم به صورت کاملا اشرافی بود. هرچند که ماردیگرا بزرگترین جشن مجانی دنیاست، ولی برای صاحبان مشاغل شهر یه فرصت اقتصادی پرسود و چند میلیون دلاریه. حدود 1 میلیارد دلار درآمد از این راه برای شهرمون میاره. 1 میلیارد دلار که اغراق، ولی مطالعه اخیر دانشگاه تولین نشون داد که تأثیر این جشن بر اقتصاد در حدود 144 میلیون دلار بوده. برای شرکت کننده ها در جشن ماردیگرا بهترین قسمت خود لباس هاست. احساسات درونیشون رو با پوشیدن لباس های جور و جور نشون میدن. فرصتیه که شخصیت درونیشون رو نشون بدن ولی مردم تردشون نکنن. دیشب تو خیابون چادر زدیم تا یه جای خوب برای تماشا پیدا کنیم. همونجا باربیکیو درست کردیم و خوردیم. این برای من بهترین چیزه. هیچ جای دیگه نمیتونین چنین احساسی رو تجربه کنی. ولی چیزای خوب هم به آخر میرسن. از نصف شب سه‌شنبه چاق ایام روزه شروع میشه. زمان روزه گرفتن و توبه تا روز عید پاک.